واکنش غیرمنتظره احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان در مقابل کشته شدن عبدالحمید مجاهد. سلام درود بینندگان عزیز را که هم اکنون کانال خبری ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها اطلاعات روز می نویسد. منابع در بدخشان: طالبان 8 اسیر جنگی را تیرباران کردند 3 ساعت قبل. منابع در بدخشان می گویند که طالبان 8 نفر از اعضای جبهه مقاومت ملی را پس از اسارت تیرباران و کشتند. منابع به روزنامه اطلاعات روز می گویند که این 8 نفر که در جمع آنان عبدالحمید مجاهد فرمانده پیشین طالبان نیز شامل است، دیروز جمعه 29 میزان در منطقه ولسوالی مایمی در جریان درگیری اسیر شده بودند. با گفته منابع در جریان این درگیری طالبان از چرخبال استفاده کرده، اما منابع افزودند که طرف مقابل عبدالحمید مجاهد و همراهانش پس از ختم مهماتشان به دست طالبان اسیر شدند. مجاهد چند پیش با 10 نفر دیگر از طالبان جدا شده و به جبهه مقاومت ملی پیوسته بود. یک منبع گفت که اسیران پس از دستور مولوی امان الدین منصور والی طالبان در بدخشان تیرباران شدند. با گفته منبع در درگیری دیروز 12 نفر از طالبان نیز کشته و بیش از 8 نفر آنان نیز زخمی شدند. طالبان تا کنون در این زمینه چیزی نمیگویند. با تعیین مولوی امان الدین منصور به حیث والی بدخشان، درگیری میان طالبان و جبهه مقاومت در این ولایت افزایش یافته است. منابع مدعی هستند که طالبان برای سرکوب جبهه مقاومت از جنگجویان خارجی استفاده کردند. همچنان این در حالی است که محمد ناطق ملکزاده به نقل از صبغت‌الله احمدی در صفحه رسمی فیسبوک خود می نویسد: روح بزرگ و عدالت طلب فرمانده قهرمان شهید عبدالحمید مجاهد که به خاطر آزادی، عزت و وقار آبروی جمعی مردممان و مبارزه با تاریکی، تبعیض و ظلم طالبان استاده شد و یادش همچون آزادگی و آزاد زیستن و رستگاری آدمیان همیشه باد. شهید عدالت طلب فرمانده عبدالحمید مجاهد. فرمانده عبدالحمید مجاهد فرمانده جدا شده ی طالبان می باشد که پس از جدا شدن از طالبان و درگیری در مقابل طالبان پرداخت. درگیری ها در بدخشان چند روز شده است که خاموش می باشد. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. برای حمایت بیشتر منتظر نظریات و پیشنهاداتتان خواهیم بود.